سرخط خبرها. تأکید رئیس مشران و جرگه بر فراهم کردن زمینه برگشت مهاجرین افغان از کشور پاکستان. در افغانستان حکومت تا ده پیشنهاد کوچه ده مهاجرین رو در بیت رسانه دو سلسله در اغوی دستون رو در حل کولو بخاطر جدی کیاو. انتقادها از بی‌توجهی حکومت در قسمت تداوی معتادان در کشور. اتو کمپا و اتو چیزا را حمایت نکنن، زیادتر نکنن، وضعیت افغانستان جواناش به خراب شده میرن. دلیل چندم فهم که چرا همراه ما همکاری نمید. و ابراز تمایل دونالد ترامپ برای صحبت تلفنی با رهبر کره شمالی. برنامه خدا و با عرض سلام و سرویس خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 جدی سال 1396 خورشیدی است که برابر است با 7 جنوری سال 2018 میلادی. مهدی صفدری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مشران و جرگه از حکومت پاکستان میخواهد تا از اخراج پناهجویان افغان مقیم آن کشور خودداری کند. برخی اعضای این مجلس میگویند که حکومت پاکستان باید مسئله مهاجرین را سیاسی نسازد و به حقوق مهاجرین احترام قائل شود. در همین حال رئیس مشران و جرگه میگوید که حکومت باید زمینه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان را فراهم سازد. حکومت پاکستان به تازگی اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان را فقط برای یک ماه تمدید کرده است. با تکمیل شدن این مدت ممکن این تعداد مهاجرین افغان از پاکستان اخراج شوند. شماری از اعضای مشران و جرگه از این تصمیم پاکستان انتقاد کرده و میگویند اسلام آباد نباید مسئله مهاجرین را سیاسی بسازد. مهاجرین که به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه، ما امیدوار هستم که از آدرس مجلس ما یک مکتوب بتیم هم به وزارت خارجه هم به وزارت مهاجرین که به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکنن و مطابق اصول و پرنسیپای پذیرفته شده بین المللی. دوی غواړي چې سیاسی موقف گیری وکړي، دلته پاقت کې باج گیری وکړي، د ناټو نه د امریکا نه غوښتنه به دوی نه داده چې افغانان په حقیقت کې تاسو لپاره قربانی ورکړی. په دغه مسله کې تاسې په دغه موضوع کې نه باید هغه عمل سیاسي وګڼئ. مهاجرین افغانستان که پاکستان همیشه استفاده های سیاسی را از مهاجرین میکنند، تقاضای ما است که دایی به از راه های دیپلماتیک. برخی از اعضای این مجلس برگشت مهاجرین افغان به کشور آن هم در شرایط کنونی را نگران کننده میدانند. آنان از حکومت میخواهند در صورت اخراج مهاجرین از پاکستان آمادگی برای برگشت آنان داشته باشد. در افغانستان حکومت تا ده پیشنهاد کوچه ده مهاجرین رو در بیت رسانیدو سلسله ده اغوی دستون رو ده حل کولو په خاطر جدی کیا و ده مهاجرین وزارت او خارجه وزارت په دې رابطه خپل کړنې ترسره کړي تر څو مهاجر ختم شي. هم د مهاجرینو د وزارت څخه هم د افغانستان د دولت څخه او هم د جهاني ټولنې څخه چې لطفا د مهرباني وکړي د پاکستان میشت مهاجر دي نور په ډیر شرافت مندانه توګه سره افغانستان ته راستانه کی او دلته د دوی ته د کار او استوګنې زمینه برابره کی. د افغانستان د مرستیال سفیر څرګندونه در بدلی وي دغه موضوع جدیده هلته چې کله دغه پروسه شروع شي نور اول نه چې باید تدبیر ونیسي ورته او د په جریان کې وي دغه پاکستان نه پرېږدي. بر اساس آمارها در حال حاضر حدود 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت دارد که حدود 1.3 میلیون آن برای سال 2018 میلادی سند اقامت در آن کشور را دارند. کابینه پاکستان گفته است که روند برگشت 1.4 میلیون مهاجر افغان را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و جامعه جهانی مطرح کرده است.
معتادانی که در کمپ‌های ترک اعتیاد تحت درمان قرار دارند از عدم توجه جدی حکومت به وضعیت معتادان سخت انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند روشی را که حکومت برای تداوی معتادان در شفاخانه‌های دولتی در پیش گرفته ناکام است و نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. برخی معتادان به حکومت هشدار می‌دهند در صورتی که عوامل اعتیاد در کشور شناسایی و برای حل آن اقدام نشود، با گذشت هر روز میزان معتادان کشور همچنان افزایش خواهد یافت. آمارهای غیر رسمی نشان دهنده افزایش روزافزون شمار معتادان در کشور است. تعداد از این معتادان در وضعیت نامناسب در روی جاده‌ها و زیر پل‌ها شب و روز را سپری می‌کنند. هستند معتادانی که تصمیم به ترک اعتیاد گرفتند. در اینجا در یک کمپ ترک اعتیاد خصوصی برخی معتادان بستری‌اند. اینان که تصمیم به ترک اعتیاد گرفتند، از آنچه به توجهی حکومت در راستای تداوی معتادان گفته می شود، سخت انتقاد می کنند. آنان هشدار می دهند در صورتی که به توجهی حکومت همچنان ادامه پیدا کند، شمار معتادان در کشور افزایش بیشتر خواهد یافت. شرکت های زیاد است پول چرخی. اونم اونجا ما را ببره فامیلی بدون کدام مثلا واسطه، بدون کدام چیز. اونم اونجا ما نیاز به پولش نداریم، فقط نیاز به نمازی داریم که ما یک جای مشغول باشیم، فکر ما جمع باشه. وقتی که بیکار بودی خب مسلم درگیری میشه، چی کار کنم، نکنم، کجا برم. خواست ما از دولت فقط یه که برای جوانا کار فراهم کنه. تو کمپا و تو چیزا را حمایت نکنن، زیادتر نکنن، وضعیت افغانستان جواناش خراب شده میرن. خواست داریم که نمیت مرکزها را زیادتر کنه. این فنکس منکس نتیجه نمیتا. خودم سه دفعه در فنکس رفتیم ایت نتیجه نگرفتیم. این نمیجه شکر از خدا جلسه است. سه تا جلسه در بیرون است. بچه های انجمن است خیلی. بچه های خوب خوب. بچه های 6 سال، 10 سال، 5 سال، 6 ماه، 3 ماه، 2 ماه که نزدن از مواد دور هستند. مسئولان کمپ های ترک اعتیاد روشی که حکومت در شفاخانه ها در پیش گرفته است را ناکام می دانند و می گویند که با این روش معتادان اعتیاد را ترک کردن نمی توانند. با باور آنان اکثر معتادانی که در شفاخانه های دولتی برای مدت تحت تداوی قرار می گیرند پس از مدتی دوباره به مصرف مواد مخدر رو می آورند. ما یک معتاد بودیم، رویش پیش ما برای معتادین تداوی نیم. شاید به این دلیل ما را توجه نکنه طرف ما. نمفهمم دلیلش، نمفهمم که چرا همراه ما همکاری نمونه. چون شفاخانه هست که در دو ماه، سه ماه، پنج لک دلار، چهار لک دلار، سه لک دلار خیلی راحت فن میگیره. زمانی که داخلی هم دو مرکز بودم خودم خیلی خوش بودم که من مواد ترک کردم، اما آگاهی از بیماری اعتیاد، از ای که مو مشکل مو حالا شاید 10% یا 20% بگم مستقیم مواد مخدره، ای را آگاهی نداشتم. با این حال برخی از مقامات حکومتی و اعضای ولسی جرگه وعده می دهند که در حد توانشان با مشکلات انقش از جامعه رسیدگی خواهند کرد. دکتر عباس بصیر مشاور رئیس جمهور در دیداری که از کمپ ترک اعتیاد مولا علی داشت بر رسیدگی به وضعیت معتادان و افزایش مراکز ترک اعتیاد تاکید کرد. وی فقر و بیکاری را از عوامل افزایش شمار معتادان در کشور دانست. خداداد عرفانی از وکلای مردم نیز قول طرح موضوع رسیدگی به مشکلات مراکز ترک اعتیاد را در جلسه ولسی جرگه سپرد. ما هم از طریق ریاست جمهوری کوشش میکنیم حمایت های لازم برای مرکز فراهم شود. ما گزارش از این دیدار را به شکل مفصل آماده میکنیم. ابتکاراتی که شما داشتین این ابتکارات را کلا آماده میکنیم، به جناب رئیس جمهور هم ارائه میکنیم تا اینکه یک چنین مراکزی هرچی بیشتر تقویت شود. ما واقعا الان از شفاخانه های دیگه ای که ایجاد میشه بیشتر به یک چنین مراکز ضرورت داریم. به جای اینکه 3 تا باشد در اینجا یا یک مرکز ما از اینا داشته باشیم، چرا 100 تا مرکز نداشته باشیم؟ کسانی که زیر پل و پل چک سپری میکنن، تر میکنن، برای شما روشن است، معلوم است که به یک وضعیت بسیار رقتبار و مبتلا و گرفتارن. دمی شبه ها ماند چندین نفر جان میته چون سرد است هوا. رسیدگی از طریق دولت از اول تا آخر هم صورت نگرفتن، یعنی بسیار کم. اونایی هم که در داخل کم رفته شدن بعد از مدت کوتاه که بیرون شده پس دوباره آمده در زیر زمین پول سوخته.
بر اساس آخرین آماری که از سوی نهادهای حکومتی اعلام شده است، در حال حاضر 3.5 میلیون تن به مواد مخدر معتادند. اما برخی شهروندان و آگاهان شمار معتادان در کشور را بیشتر از این رقم می دانند. برخی اعضای مشتران جرگه پیشنهاد افزایش امتیازات اعضای ولوسی جرگه از سوی کمیسیون مسئولیت و امتیازات این مجلس را شرم‌آور می دانند. اعضای این مجلس می گویند که اعضای ولوسی جرگه به جای افزایش امتیازاتشان به فکر حل مشکلات مردم باشند. کمیسیون مسئولیت و امتیازات ولوسی جرگه به تازگی خواهان افزایش امتیازات اعضای ولوسی جرگه از جمله کردیت کارت، تله موتر، کرایه خانه و برخی موارد دیگر شده است. کمیسیون مسئولیت و امتیازات ولسی جرگه خواهان افزایش امتیازات برای اعضای ولسی جرگه شده اند. این کمیسیون برای هر عضو مجلس خواهان 50,000 افغانی کرایه خانه، 20,000 افغانی تل موتر و نیز خواهان 10,000 افغانی دیگر برای کردیت کارت هایشان شده است. این درخواست کمیسیون مسئولیت و امتیازات ولسی جرگه با واکنش تند اعضای مشران جرگه روبرو شده است. به گفته اعضای این مجلس، اعضای ولسی جرگه به جای حل مشکلات مردم به فکر جیب شخصیشان هستند. پر کلکو ټکو یې موږ غندو دا وخت دی نه دی زموږ یو معلم زموږ یو سرباز زموږ یو سمسات په اول خط کې جنگیږي هغه بیچارهګان په 2000 په 10000 گزاره کوي موږ دی نو زم خپل ماشونه د چنده غواړي زموږ د خاص خمردود دی د افغانستان د خلکو په فعلی شرایط کې منافع نه ایجابي گرفتن امتیازات در این شرایط که کشور قرار داره به نفع مردم و نماینده های ملت نیست. اعضای این مجلس این خواست ولسی جرگه مبنی بر افزایش امتیازات اعضای این مجلس را با توجه به شرایط کنونی که بسیاری از شهروندان کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند قابل قبول نمیدانند و از اعضای ولسی جرگه خواستند به جای این امتیاز طلبی ها به فکر کشور و مردم باشند. مشکلات شته، ستونز شته، امتیازات و موضوع در شرم وار خبره ده، باید در موضوع نوی بحث شوی. البته ما اگه مکتوب بولی ده، در اغیه پا آخر رو که بعضی پروژه پیشنهاد شوی وی ده در اون شب چه کار کی چې موږ د هغې حمایت کوو. هغه خبره چې نن موږ تاسو ورته ضرورت لرو، حکومت ته دغسې یو مشوره ورکړه چې ولس د دغه مشکلاتو د دغه بحران نه ووځي. اقتصاد ته ضرورت ده، صحت ته ضرورت ده، امنیت ته ضرورت ده، ښې حکومتدارۍ ته ضرورت ده. خو د ځینو وکیل صاحبانو د خولې نه موږ یو ورځ هم د خیر خبره وانه ورېده. از سوی هم برخی از اعضای مشران جرگه در جلسه امروز خواهان آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی حکومت شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه اما فیصله کمیته مشترک شورای ملی در مورد فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را غیر قانونی دانسته و خواهان بحث دوباره در مورد این فرمان هستند. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تأکید می کند که نباید خون شهروندان کشور به خاطر اهداف بیگانگان در کشورهای بیرونی ریخته شود. وی در واکنش به گزارش های نشر شده در مورد کشته شدن 2000 افغان عضو لشکر فاطمیون در جنگ سوریه می گوید که حکومت مخالف هر نوع جنگ نیابتی است و نباید افغان ها به خاطر اهداف کشورهای دیگر کشته شوند. به تازگی یکی از مسئولان لشکر فاطمیون زبان به شکوه گشوده و گفته است که 2000 افغان در جنگ سوریه کشته شدند و 8,000 تن دیگرشان زخم برداشتند. اما با وجود چنین هزینه‌ای اولیای امر توجه چندانی به قربانیان این لشکر نکردند. یک مسئول لشکر فاطمیون در ایران گفته است که در جریان جنگ سوریه بیش از 2000 افغان که از سوی ایران به این کشور اعزام شده بودند در دفاع از حکومت بشار اسد کشته شدند. زهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون در مصاحبه با یک رسانه گفته است در کنار کشته شدن 2000 افغان 8000 افغان نیز زخم برداشتند. او گفته است که با وجود فداکاری نیروهای افغان آنچنان که باید به این نیروها توجه می شد نشده است. در این حال سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تأکید می کند که نباید خون شهروندان کشور به خاطر اهداف بیگانگان در کشورهای بیرونی ریخته شود.
وی در واکنش به گزارش های نشر شده می گوید که حکومت مخالف هر نوع جنگ نیابتی است و نباید افغان ها به خاطر اهداف کشورهای دیگر کشته شوند. ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کردیم و همین گونه مخالفت خود با جنگ نیابتی در کشورهای دیگر هم به صراحت اعلام کردیم. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. وزارت خارجه میگوید آنها موضوع کشته شدن صدها افغان مهاجر در جنگ سوریه را با ادارات مربوطه شریک ساختند. این وزارت تأکید میکند که در چنین مسائل نباید از مجبوریت افغانان استفاده نامناسب شود. زهیر مجاهد مسئول رسانه‌ای لشکر فاطمیون چند پیش به خبرگزاری تسنیم گفته بود که در ایران نیروهای افغان که برای اسلام می جنگن با تبعیض مواجه هستند، تا جایی که حتی کشته های جنگ سوریه را به عنوان شهید افغانی یا شهید ایرانی از هم جدا می کنند. به گفته او سربازان افغان مقیم ایران در حال برای جنگ به سوریه اعزام می شوند که خود افغانستانی ها با آنها طعنه می زنند که چرا برای رژیم اسد یا ایران می جنگند. این نخستین بار است که یکی از مقامات بلند رتبه لشکر فاطمیون دست به انتقاد علنی از نحوه برخورد مسئولین حکومت ایران با اعضای این لشکر می زند. لشکر فاطمیون که جنگجویان آن از میان مهاجران افغان در ایران گرفته شده اند، در کنار سایر نیروهای هوادار بشار اسد نقش مهم در تغییر معادله جنگ زمینی در سوریه ایفا نمودند. حضوری که در داخل افغانستان با انتقادات تند از سوی برخی ها مواجه بوده است. وزارت احیا و انکشاف دهات تفاهم نامه همکاری در بخش آبرسانی در 2 سال آینده را با اداره یونیسف امضا کرد. ارزش این قرارداد 43 میلیون دلار است و قرار است در بخش دسترسی مردم به آب آشامیدنی در دهات در 2 سال آینده تطبیق شود. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که با تطبیق این پروژه دسترسی مردم به آب صحی افزایش می‌یابد. وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد را برای دسترسی مردم در دهات و قریجات به آب صحی با اداره یونیسف امضا کرد. بر اساس این قرارداد، اداره یونیسف در 2 سال آینده 43 میلیون دلار را برای این هدف به وزارت احیا و انکشاف دهات کمک می کند. وزیر احیا و انکشاف دهات حین امضای این قرارداد گفت که با تطبیق این پروژه حدود 2 میلیون تن از شهروندان کشور به آب صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. تحت این پلان در 2 سال آینده به تعداد 1,800,000 نفر به خدمات آبرسانی و حفظ‌الصحه در دهات دسترسی پیدا خواهد کرد. 1,500,000 نفر در حالت اضطراری از خدمات آب و حفظ‌الصحه در 2 سال آینده مستفید خواهد شد. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که بر اساس این برنامه در چند ولایت کشور 150 شبکه آبرسانی به ارزش بیش از 5 میلیون دلار اعمار می شود. اداره یونیسف دسترسی مردم به آب صحی را مهم دانسته میگوید که این اداره با کمک‌هایش در این زمینه ادامه خواهد داد. ما اینجا به خاطر آمده ایم که از حکومت حمایت کنیم. ما با حکومت در بخش رساندن آب صحی و فراهم سازی خدمات حفظ صحه مشترکاً کار می‌کنیم. ما خوش هستیم که حکومت از بودجه خود در سال 2017 میلادی در بخش فراهم سازی آب صحی کارهای قابل ملاحظه را انجام داده و امیدواریم که در سال 2018 میلادی نیز چنین شود. بودجه را که وزارت احیا و انکشاف دهات برای تطبیق برنامه‌هایش در سال 2018 به مصرف خواهد رسان بالغ به 22 میلیون دلار آمریکایی است که از این میان بیش از 5 میلیون آن برای پروژه‌هایی است که سال گذشته از تطبیق باز مانده اند.
در درگیری میان جنگجویان داعش و نیروهای امنیتی در ولسوالی سوکی کنر، 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی والی کنر گفته است که حوالی ساعت 6 صبح امروز، پس از آنکه جنگجویان داعش پسته های نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی را در ولسوالی سوکی هدف قرار دادند، درگیری آغاز شد. او افزود اکنون درگیری در دره دیوگل از مربوطات ولسوالی سوکی ادامه دارد. رئیس صحت عامه ولایت کنر میگوید که از محل درگیری 3 کشته و 9 زخمی به شفاخانه مرکزی شهر اسعدآباد منتقل شده است. مقام های محلی جوزجان میگویند تا هنوز دروازه های مکاتب در ولسوالی درزاب جوزجان بر روی شاگردان بسته است و بیش از 20,000 متعلم از آموزش محروم ماندند. سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان گفته است که جنگجویان داعش تا هنوز در این ولسوالی حضور دارند و مکاتب را بسته نگه داشتند. پیش از این مقام‌های جوزجان خبر داده بودند که عملیات نظامی را از 3 استقامت بر ضد داعشیان در ولسوالی‌های درزاب و قشتپه آغاز می‌کنند. پلیس میدان وردک از رهایی 1 طفل 12 ساله از چنگ هراس افکنان خبر می‌دهد. پلیس میدان وردک میگوید که هراس افکنان این کودک را از ساحه کمپانی کابل اختطاف و قصد داشتند از وی در حملات انتحاری استفاده کنند. 2 تن هنگامی که میخواستند این کودک را از مسیر شاهراه نمبر 2 ولایت میدان وردک به جای نامعلومی انتقال دهند، از سوی پلیس شناسایی و این کودک از چنگ اختطافچیان آزاد ساخته شد و همچنان 2 فرد دیگر که این کودک را به جای نامعلومی انتقال می دادند نیز بازداشت شدند. این هم چند خبر خارجی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اگر شرایط پیش آید قطعا حاضر به گفتگوی تلفنی با رهبر کره شمالی است. دونالد ترامپ روز گذشته در کمپ دیوید ایالت مریلند در پاسخ به خبرنگاران گفت در صورتی که فرصت پیش آید حاضر و مایل به گفتگو با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است. با این حال ترامپ تاکید کرده که پیش شرط هایی مطرح خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات کره جنوبی و کره شمالی نیز نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. از سوی هم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ضمن استقبال از برپایی نشست مسئولان دو کره خاطر نشان کرده که انجام ملاقات و گفتگو به صورت نمادین و با هدف به نمایش گذاشتن یک ژست خوب نمیتواند کارایی داشته باشد. آقای آبه همچنین خواستار آن شد که در مذاکرات دو کره دیدگاه‌های نزدیک و هماهنگ شده میان ژاپن، کره جنوبی و آمریکا نیز مورد لحاظ واقع شود. گفتنی است رهبر کره شمالی در آغاز سال 2018 میلادی اعلام کرد که هم شمال و هم جنوب باید تلاش کنند تا از تنش‌ها کاسته شود. 1 روز پس از این سخنان کره جنوبی هم گفت حاضر است با پیونگ یانگ به مذاکره بنشیند. در نتیجه برخورد 1 نفتکش با 1 کشتی باربری در آبهای شرق چین، 32 سرنشین این نفتکش ناپدید شدند. مقام‌های چین اعلام کردند که 1 نفتکش تحت مدیریت ایران شامگاه شنبه پس از برخورد با 1 کشتی باری دچار آتش سوزی شد و 32 سرنشین آن شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند. همچنان مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران گفته است که تمام سرنشینان این نفتکش که در آبهای شرق چین دچار آتش سوزی شده همچنان مفقودند. مدیر عامل این شرکت همچنان گفته که عملیات جستجو و نجات این غرق شدگان همچنان ادامه دارد. گزارش شده که کشتی باربری که با این نفتکش برخورد کرده دچار آسیب‌هایی شده، اما تمام 21 سرنشین آن نجات یافتند.
نشست وزیران خارجه برخی کشورهای عربی در مورد بیت المقدس در رمان پایتخت اردن برگزار شد. در این نشست وزرای امور خارجه کشورهای عربستان سعودی، مصر، اردن، فلسطین، امارات متحده عربی و دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی در عمان پایتخت اردن درباره تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل بحث و تبادل نظر کردند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که موضع این کشور در قبال قدس و عنوان پایتخت فلسطین ثابت است و تغییری نخواهد کرد. وزیر امور خارجه اردن نیز در نشست خبری که پس از نشست وزرای عرب درباره قدس برگزار شد گفت که بدون وجود دولت فلسطینی که پایتخت آن قدس باشد منطقه امنیت نخواهد داشت. او تأکید کرد کشورش قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. وزیر امور خارجه اردن گفت که اتحادیه کشورهای عربی اردن را مأمور تماس با همه کشورها درباره قدس کرده است. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود داشته‌های خبری این ساعت که تقدیمتان شد. تشکر که ما را همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتان.